بر خط تازه ترین خبرها، تأکید بیانیه مشترک نشست چین بر ایجاد ساختار فراگیر در افغانستان، فرار عبدالله و کرزی از افغانستان، یک شهروند و یک مقیم آمریکا از زندان طالبان آزاد شد. با نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. تأکید بیانیه مشترک نشست چین بر ایجاد ساختار فراگیر در افغانستان. شرکت کنندگان در نشست همسایگان افغانستان در چین با انتشار بیانیه مشترک تأکید کردند که در افغانستان یک ساختار سیاسی فراگیر ایجاد شود. با گزارش دفتر منطقه خبرگزاری تصنیم، کشورهای شرکت کننده در نشست همسایگان افغانستان در چین در بیانیه مشترک متحد شدند تا همکاری های اقتصادی و زیربنایی با افغانستان ادامه دهند. در عین حال با نقل از صفحات اجتماعی جنرال انفر روی چنل یوتیوب خبری خود ویدیوی منتشر نموده و میگوید دکتر عبدالله و کرزی موفق شدن از کشور فرار کنند. منبع نزدیک به آقای عبدالله میگوید شام دیروز توسط یک چرخبال از ساحل پخمان ولایت کابل به تاجیکستان فرار کردند. حکومت طالبان تا هنوز اظهار نظر در این باره نکرده است و همچنان منبع مستقل هم تا هنوز این خبر را تایید یا رسم نکردند. این در حالی است که اندپندنت فورسی می نویسد یک شهروند و یک مقیم آمریکا از زندان طالبان آزاد شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه 12 عمل اعلام کرد که طالبان دو برادر که یک شهروند آمریکاست و دیگر کارت سبز آمریکا را دارد پس از 105 روز از زندان آزاد کرد. طالبان این دو برادر را که صفی الله رئوف و انیس خلیل نام دارند در تاریخ 18 دسامبر سال گذشته به دلایل نامعلومه بازداشت و زنده می کرده بودند. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه ما بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر برسانیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.